سوی دیگر فعالان حقوق زنان افغان در یک گرد همایی در واشنگتن دی سی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را بررسی کردند. این گرد همایی از سوی بنیاد نیو امریکا راه اندازی شده بود. اشتراک کنندگان این گرد همایی فعالان حقوق بشر، اعضای بورد سازمان زنان برای زنان افغان بودند. بلقیس احمدی، یکی از فعالان حقوق بشر و عضو سازمان زنان برای زنان افغان، خواسته های زنان را از رئیس جمهور آینده افغانستان چنین مشخص کرد. بعد از 2014 مهمتر و کلیدی تر هستند. ما امیدوار هستیم که رئیس جمهور تازه افغانستان و اداره اونا دستاوردهای فعلی زنا را نمانند که به هدر بره و روی از او کار کنند تا ای که مردها و زنای افغانستان یک جا در ساختار افغانستان سهم فعال داشته باشند. زهره راسخ، فعال حقوق بشر و کاندید اداره کمیته حقوق بشر سازمان ملل که همچنان در این گرد همایی حضور داشت، گفت که رئیس جمهور آینده ی افغانستان باید به ماده 1325 فیصله نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز احترام بگذارد که آن خواستار حضور زنان در هر گونه مذاکرات صلح در جهان است. افغانستان عضو سیدا و سیکیوریتی کانسل 1325، یعنی اردوی ای دو مسئله بین المللی را افغانستان عضوش است و هم به ارتباط تعهداتش به این برنامه های بین المللی و هم به خاطر تعهدات خود کاندیدها که به زنها وعده بهتر شدن شرایطشان دادن، ایست که زنها را به صورت جدی و عملی در میز مذاکرات، چی در مسائل اقتصادی مملکت است، چی در مسائل سیاسی و مسائل امنیت شامل بسازن، واقعا برشان وقت داده شود. زن نباید باعث سمبول برای در این میتینگ ها اشتراک کنه. اشتراک کنندگان این گرد همایی همچنان ابراز امیدواری کرده و خواستار تلاش رئیس جمهور آینده به خاطر تشویق بانوی نخست آینده ای افغانستان در پیوستن به امور اجتماعی جهت گسترش حقوق زنان در افغانستان نیست شدند.